البرز در تمامی این سالهای درد رویای میهنی است که فریادش خونین و زخم خورده به ما میرسد. در پیچ و تاب قله پربرف، آنجا که روزگاری در جستجوی خط فریدون چرمین پوش کاوه آواز عاشقان وطن را سرداد، باری دیگر من سایه سپید دماوند را میبینم. این میهن من است، سر تا حصار ابر فرو برده دستان آفتابی خود را از شرق تا به بام خراسان، از غرب تا سنندج هر روز میگشاید و پای خواب رفته خود را در آبهای گرم خلیج همیشه فارس رها می کند. ایران من غریب ترین است، ایران من، ولی در جلوه شکیبش خشم فرو شکسته خود را روزی که دور نیست از سینه دماوندش بیرون می ریزد. آن کوتوال قلعه جعل و جور، وقتی که کوه جادویی آتش گیرد، خاکستر تو نیز چنان زخاک بر باد می رود. علیرضا نوریزاده، دوشنبه 16 ماه اکتبر، 14 مهر ماه به شما سلام می کنم. 10 روز رفتم جلو، نه 14 ماه مهر بود. یکی از مضحک‌ترین چیزهایی که دیدم که رئیس مجلس ایرلند در دیدار با آقای دکتر شیخ حسن روحانی گفتن جهان روحانی را به عنوان مرد صلح میشناسه. آدم مبالغه که میکنه، صیغه مبالغه خب صیغه عجیب غریبی است. آدم غلو میکنه، میره با آقا تو اصلا زیبایی تو را آلندلون هم نداره، اصلا قیافه تو یه چیز عجیب غریبه. یا آقا تو ماه شب 14 گفتی نه یا من میام بیرون. در خردمندی مقام معظم رهبری تار میزنن، موسیقی میدونن، فلسفه میدونن، شعر میدونن، آشپزی میدونن، فیزیک میدونن، شیمی میدونن، همه ی علوم رو میدونن. گفته بود دیگه اون مردک تو قوم. آقای روحانی هم الان مرد صلح، The man of peace. جالبه. 6 فیلمساز ایرانی هم از توافق هسته‌ای حمایت کردن. درود بر شما. همه هنرمند رو باید حمایت بکنن، برای اینکه توافق هسته‌ای به معنای تعطیل شدن دکان آدم‌هایی است که با وقاحت میلیاردها دلار پول ملت ایران رو به باد دادن، بعدم راحت فکر کنن یه جام زر رو سر میکشن تموم شد. نه، اینجوری نیست. به این سادگی ها پاسخ باید داد، باید جواب بدید. همینجوری نمیشه. الان همین حزب الله یمن اینا پاسخ خواهد داشت. حالا راجع به همه اینا باهاتون امروز صحبت خواهم. حضورتون عرض کنم از مطالب بسیار قابل توجه این که آقای حسن لیجایی، یکی از نمایندگان شهر رشت و نایب رئیس کمیسیون بهداشت دارالشورای اسلامی، گفتن که 200 میلیون لیتر مشروب در ایران مصرف میشه. 200 میلیون لیتر، رقم رو در نظر بگیرید. 200 میلیون لیتر، یعنی فکر کنید یکی از این بطرهای ودکای مثلا اسمیرنوف یا یه بطری یه لیتری ویسکی یا کنیاک، شما 200 میلیون از این شیشه ها رو باید بچینین که مصرف ایران بشه. من فکر میکنم تو خود انگلیس همچه خبری باشه که مشروبم آزاد. ولی به برکت حکومت ولایت فقیه، به برکت حکومت تزویر و چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن، این کار انجام شد. باز خبر تلختر. در اسفند گذشته در شهر رفسنجان، شهر آقای رفسنجانی، 360 تن از مشروب مسموم شدن و 7 تن درگذشتن، مردن.
در زمان اون پدر و پسر کجا در این مملکت این بساط بود؟ اغذی و فروشی بود، میرفتن میشستن یه استکان میخوردن، یه چتول میخوردن، میمدن بیرون. حالا هر شب میخورن، مشروب خانگی میخورن، شراب خانگی رنگ مختصب خورده. این شد اسلام ناب، اینا رو میاد. نتیجه اسلام ناب همیناست. نتیجه اسلام ناب اینه که گفت الناس و حریصون علی ما منع. چیزی رو که شما من میکنید، گفتم براتون یه بار زنده خدا رحمتش کنه عزیز من، منصور پاکنشان با هم رفتیم سرچشمه، گفت آقای کشمشای خوبی داره برای عرق سازی. رفتیم اونجا، گفت حاج آقا ببخشید ما نظری داریم، یه 4-5 کیلو از اون کشمشای درشت بی اصلتون بدید. داد زد سرش رو دلا کرد، حاج آقا یه زیرزمین داشت از اون بالا به اون شاگردش اکبر اصغر نمیدونم چی، گفت آقا از اون ودکاییاش برای آقایون بیار. حالا ما هم با کروات و اینا بودیم، پاکتیشان رو وقت سخنگوی شهرداری هم بود، با مهندس توسلی کار میکرد. در حال طرف رفت اوورد، دیگه معلوم بود حاج آقا داره از صبح کشمش میفروشه دیگه، برای خوش روشن بود کشمشو برای چی میخرن. هر خونه میرفتی یه قراعنبیق و یه لوله کشته بودن، دستگاهی بود و آب میریختن روش، از این ور چکه چکه میچکید اونجا، بعدم آلبالو میریختن توش، گفتن ویشنوسکا درست میکنیم، عرق آلبالو. درجه یک آقا میخوردن، نفس در نمیمد، پنجره باز میشد تنگ نفس. و چه مشکلاتی و چقدر انسانها در ایران بیماری قند گرفتن از این نوع مشروب هایی که میخوردن. و جاهایی هم که نمیتونستن الکل رو، الکل طبی رو آب میزدن، مثلا 60-40 یا 50-50 یا به هر حال آب میزدن اونو مینوشیدن. این آقای لیجانی میگوید که یه ماده تلخی به الکل طبی باید زد که مردم نخورن، نتونن بخورن، قربونت برم، برای تلخیش میخورن. شما اگه خودتون نخوردید برید از اونایی که خوردن بپرسید، هر چه گفت تلخ تر باشه بهتره دیگه. آن تلخ وش که خلاصه صوفی و ملخب آیستش خاند، باید برید بپرسید که این تلخیست که او به کام میریزد تا روانش رو شیرین کنه، واقعیت رو نبینه، جامعه دروغ رو نبینه، فریبکاری رو نبینه، آخوند حقباز رو نبینه. آخوند حقباز گفتم همین الان یکی براتون. این آقای موحدی کرمانی از روز اول انقلاب نماینده امام در شهربانی، نماینده امام در ارتش، در امام سپاه، ما مدرس و در حوزه و جزو اهالی مدرسین. این آقا حالا پرستگاه هم میاد نماز جمعه، امام جمعه موقت تهران، و این برای نماز عید فطرم، عید قربانم اومده. اولا این جالبه که تمام جهان اسلام عید قربان رو یه روز میگیرن، مال ما باید متفاوت باشه. اون وقت نوکرای ولایت فقیه هم در کشورهایی که هستن باید عید رو بنزنن، مثلا تو افغانستان، تو افغانستان آصف محسنی نوکر ولی فقیه، تمام افغانستان شیعه و سنی عیدو میگیرن روز جمعه، اون میگه نه، حضرت آقا گفتن یه شنبه، بعد یه شنبه. تو عراق تمام مراجع علما همه نظر میدن همون روزی که در جهان اسلام هست، چون افق که فرق نمی کنه، عراق و سوریه و ترکیه و نه، همه توی افق هست. اما حالا این آقای موحدی کرمانی حرف جالبی زده، گفته که بله باید این حرمین رو، یعنی مکه و مدینه رو، از دست وهابیا در آورد، چون ما رو خیلی اذیت میکنه. حالا داستان اذیت چیه باز براتون بگم. در اونجا قبرستان بقی، قبرستان بقی چند تن از ائمه اونجا دفنن، حالا به روایتی حضرت فاطمه زهرا هم دفن. در مذهب هم شافعی ها هم حنفی ها اینا میگن آقا ماتفات، کسی که مرد تموم شد دیگه، بر جنازه نباید تعظیم و تکریم کرد. بنابراین یک ظاهر ساده ای هست، شاهشون هم که میمیره بعد از ظهر که دفنش کردن تموم شد، یه سنگ ساده میذارن و میشه روش مینویسن مثلا حسن پسر حسین، هرچی
اسمشو میسن تموم میشه. خب این درست نیست برای اهالی ولایت فقیه. از شیعه میخواد بر اونجا اشک بریزه، میخواد از مظلومیت امام حسن بگو فاطمه زهرا اشک بریزه. هر سال دعوا، گرفتاری، چوب خیزران. زمان شاه، هم خود شاه با سعودی ها، مرحوم رائد برای من گفت، صحبت کرده بود، هم امام موسی صدر عزیز رفته بود و با ملک خالد صحبت کرده بود، با ولیعت فهد، با امیر عبدالله پادشاه فعلی، و اینا گفتن بسیار خوب ما حاضریم در اختیار خودتون بذاریم یا چیز آبرومندانه بهش بدید، ولی قب و بارگاه نذارید، ولی یه آرامگاه مرتب درست کنید. متاسفانه تا اینا خواستن این کار بکنن، ظهور آقای روح الله مصطفوی ظهور کردن و از همون روز اول درگیری شروع شد. در نتیجه نه قبرستان بقی آباد شد، نه این مشکلات و مسائل حل شد. حالا ایشون درست زمانی که ایشون داره این حرفو میزنه، آقای ظریف تماس‌هایی داره میگیره که برنامه سفرش رو به اونجا جور، اینی که میگم باور نمی‌کنن کشورهای دیگه جمهوری ولایت فقیه، میگه آقا اگه تو راست میگی، اگه واقعا قصد دوستی داری بیام با هم همکاری کنیم تو عراق جاهای دیگه. این حرفایی که تو روز عید قربان آقای موحدی کرمانی نماینده آقای خامنه‌ای گفت برای چی بود؟ اگه اهل دوستی و آشتی و همکاری هستید پس این حرفا چیه؟ به همین دلیل میگم یعنی در ایران هیچ قدرت و اتوریته‌ای وجود نداره که تصمیم گیرنده باشه. دولت تصمیم گرفته میخواد روابط رو با همسایگان خوب بکنه، میخواد روابط رو با مصر به سطح سفارت برسونه، ولی یه دونه از اون آخوندهای بیمسئولیت بیمصرف که واقعا مرحوم کسروی چقدر قشنگ گفت که اگر هر صنفی اعتصاب بکنه زندگی مردم مختل میشه جز آخوند، اگر اعتصاب بکنه، اگر منبر نره، مردم چه نفس راحتی میکشن اون روز. یعنی یک موجودات بیخاصیت که حضورشون اسباب زحمت، حضورشون. محمد نوریزاد اعلام کرده که اسنادی در دست داره که نشان میده آقای مجتبی خامنه‌ای پول گرفتن از شهرام جزائری. واقعیت هم همینه، برای اینکه یه 125 میلیون تومن رو فقط برگردوندن، اونم اون آخری که گندش در اومد، قبلش که پولا رو میگرفتن. با آقای شهرام جزائری خیلی هم با آقای مجتبی نزدیک شده بود. بنابراین خب پس کیا اومدن در ایران مسلط شدن؟ شاه خودش تو خاطراتش که علم، خاطرات علم ذکر میکنه، دائم از برادران و خواهرانش میناله که اینا اینجوری کردن. اشرف اگر میخواد سازمان ملل بره ادای حقوق بشر دراره، پس این زندگیش چیه؟ و نسبت به بقیه هم همینطور. ولی در دربار آقای خامنه ای از این حرفا نیست. آقازاده شون، اخو زوجه شون، اخوانشون، البته حالا آقا هادی زیاد رابطش خوب نیست، ولی حسن آقا خیلی نزدیکه، و همینطور آقای آسد محمد که اون بنیاد ملا صدراش، یعنی یه دکون حقبازی و پول گرفتن. این آقا محمد آقا در دانشکده ما بود، دانشکده حقوق بود، و خدا میدونه چه کسی است این. هر چه من راجبش بگویم کم گفتم. دین، مذهب، اعتقادات، همه اینا رو ول کن، همه حرفه. در واقع شما آدم متدین تو اینا نمیبینید، نمیتونید ببینید که اینا دیانتی دارن. اینا همه تظاهر و فریبکاری است. به هر حال گفتم آقای آشیخ موحدی کرمانی برگزار کننده نماز عید قربان بود و این از اون نمازا بود که واقعا آدم باید ازش پرهیز کنه، فرار کنه از این نماز، باید فرار کنه، چون به هر حال این نماز نده. یه نکته دیگه، آقای موحدی کرمانی میتونه سیاست خارجی رو جهت بده، میتونه به هر حال یه فرمانده سپاه میتونه بیاد این کارو بکنه. به هر حال اینا هم از مسائل جالب بود. باز از نکاتی که من روزانه وقتی دنبال میکنم، این نکات رو قابل تأمل میدونم که راجبش صحبت کنم. یکی از نکات جالب این بود که آقای علی یونسی که الان مشاور رئیس جمهوری در امور اقلیت‌ها هستن، ایشون گفته بودن آقای علوی، محمود علوی
وزیر اطلاعات تسلط کافی بر وزارت نداره. خب یونسی خودش وزیر اطلاعات بوده و میدونه که وزارت اطلاعات چه خبر بود و یونسی رفت و یه عده از اون آدمکشا و اوباش رو ریخ بیرون. البته آقای خامنه‌ای بردشون تو دفتر اطلاعات خودش زیر دست اسقر حجازی، بعدم یکی یکی تطهیر شدن، جنایتکاری مثل جواد آزاده اینا برگشتن سر کارشون دوران آقای احمدی نژاد، دوران آقای محسنی اژه‌ای و بعدم که من وزیر اطلاعات 308. در هر حال آقای علوی تسلط ندارن. چرا؟ چون باندهای زمان احمدی نژاد و باندهای وابسته به دفتر رهبری سر جاشون نشستن، هیچ تغییری در اونجا داده نشده. اینکه یونسی صداش در اومده به نظرم قابل تحمل. روزگارانی دور، 5 دهه پیش ما بچه بودیم، دو بانو در جهان نامدار شد، جمیل بوهیرت و جمیل بوپاشا. دوتا از مبارزانی بودند که توی ارتش آزادی بخش الجزایر مبارزه میکردن، فرانسوی ها دستگیرشون کردن و به جمیل بوپاشا تجاوز کردن و همینطور با بطری شکسته به او تجاوز کردن و این زن نمادی از مقاومت بود و میلیون ها انسان در جهان عرب نام نوزادان دخترشون رو به تیمن و تبرک نام او جمیله گذاشتن. این بانو سفری به ایران کرده. خیلی برای من جالبه که اگر جمیله بوپاشا میدانست که در ایران سعید مرتضوی در زندان به یک بانوی روزنامه‌نگار و عکاس با بطری تجاوز کرده میرفت به ایران، اگر میدونست این بانویی که حالا سال خورده شده اون همه رنج کشید و حالا نمادی از مبارزه ملتش هست، ملت 1 میلیون شهید، آیا اگر میدونست در کهریزک به پسر و دختر مردم به دستور سعید مرتضوی تجاوز شده باز به ایران میره؟ نه. اینه که باید صدای ما رساتر از این بشه تا همه دنیا بدونن، همه دنیا آگاه بشن که ما با چه کسانی روبرو هستیم. اهالی ولایت فقیه رو بشناسن، دروغگو، زیر قول زن، متجاوز به حقوق مردم، فاسد و دغلکار، ریاکار، فریبکار، همه اینا صفاتی است که این نظام در مجموع با خودش داره. یک کدومش شما بگید درست نیست، من براتون 10 تا مثال و شاهد بیارم. پس بنابراین نیازی نیست که خانم جمیل بوپاشا به ایران بره. باید جمیل بوپاشا کتاب جنایات رژیم رو ورق میزد، میدید که در زندان اوین آقای سعید مرتضوی نیمه شب چه کرد. همون اگر اونجا دشمنا فرانسویا بودن که میجنگیدن، اینجا هموطنانش بود، هموطنان یک بانوی روزنامه نگار و عکاس با بطری به او تجاوز کرد به گونه که رحمش پاره شد و بعد مادرش در بیمارستان از دردهای دخترش گفت. اینا از برکات نظام ولایت فقیه. باز خبر دیگری که برای من قابل تأمل بود، مسئله این سرنوشت این بیچاره ریحانه جباری است. چقدر با این آدم دارن بازی میکنن. این دختره کجا میکشونه؟ زنی که در دفاع از ناموس خودش یک پاسدار وابسته به دستگاه امنیتی رژیم رو که تو وزارت اطلاعات بوده کشته. حالا آقای محسنی اژه‌ای اومده میگه بله اگه خانواده رضایت ندن ما قانون مقدس قصاص رو باید پیاده کنیم، اجرا کنیم. اگر قانون قصاص پیاده میشد دست تو که نه آقای اژه‌ای، گردنت رو باید میزدن. چون در فساد از تو بیشتر کی؟ تو علی آقا شوفر تو باید هر دو رو گردن میزدن اگر قصاص اجرا میشه. و ریحانه از ناموسش دفاع کرده. شما از یه طرف میگید حفظ ناموس از واجبات است،
بعد اگر کسی اومد از ناموسش دفاع کرد محکومش به اعدام میکنید، چون چیه؟ طرف جزء وزارت اطلاعات بوده و پاسدار بوده. امیدوارم واقعا این ریحانه، فکر میکنم دوستان ما، فکر میکنم جمشید چالنگی بود که با مادرش گفتگو کرده، خیلی تلخه سرنوشتی آدم. ببین چند ساله یه بانوی جوان رو هر روز بهش میگن اعدامت میکنیم، نمیکنیم، فردا میکنیم، پس فردا از زندان منتقلش میکنن به اون بخش ویژه که میگن اینایی رو که اعدام میکنن در اون 3-4 شب اونجا مخدر بهشون میدن که تو حال عادی نباشن. از برکات یک چیز جالبی دیگه هم که دیدم که اتاق صنایع معادن و وزارت بازرگانی بریتانیا دانشگاه صنعتی شریف رو از فهرست مؤسسات و شرکت‌های سیاه بیرون آورد و همتون بابک زنجانی رو. بابک زنجانی هم اسمش اومد، یعنی تحریم دیگه نیست. یعنی آقای بابک زنجانی اگه بیاد بریتانیا میتونه بیزنس کنه. حالا قصه چیه؟ چقدر پول اینجا داره؟ تو کدوم یکی از بانک‌ها که این پرونده رسیدگی شده و اینجوری شده؟ من هنوز نمیدونم، ولی به هر حال تش بیرون میفته معلوم میشه. برای میلیون ها مسلمان این روزها روزهای عید بود. ما به خاطر نوروز نازنینی که داریم، عید قربان، عید فطر، اینا یک روز اتفاق میفته از دیرباز. اینا هم خواستن رنگ و روغنش رو زیاد کنن، نتونستن. نوروز یه جای دیگه ای داره برای مردم، با هویتشون ارتباط داره، این با دینشون. اما در کشورهای عربی و کشورهای اسلامی یکی از دو عید بزرگشون عید قربانه. عید فطر و عید قربان که هر کدوم یه هفته تعطیلن و لباس نو میخرن و شادی. و یه گزارشی داشت هم CNN بود از اردن که در اونجا آدم میدید که علاوه بر اینکه خود مردم حالا جشن میگیرن، شادی میکنن، ولی آوارگان سوری و عراقی که در اونجا هستن اون هم سعی میکنن لحظاتی از این عیدو از اون درد و اندوهشون بیان بیرون، از اون حالتی که چشما غمگین به یاد وطن. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. دور شدن از وطن بسیار سنگینه، حتی اگر عید باشه، حتی اگر جشن و شادی باشه. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم و من درباره عیدم صحبت خواهم کرد. یادتونه یک هموطن ما یادآور شده بود که 13 مهر یاد روز پرواز فریدون فروغی است، هنرمندی که من بسیار دوستش داشتم، همیشه به او احترام میذارم. صدایی متفاوت داشت، روانش شاد باد. گوش میکنیم به یکی از ترانه های فریدون فروغی. Thank you.
بله، داستان عید رو براتون میگفتم. ما همونطور که عید نوروز ما لباس نو میگیریم و به دیدن هم دیگه میریم و شادی و سرور داریم، در کشورهای عربی و اسلامی عید قربان و عید فطر هست که ابعاد عید قربان هم بیشتره، یعنی چون بعد از حج و در مصر واقعا عید چشمگیری دارن، فیلم های خوب میاد اون موقع، همین مثل نوروز خودمون که توی ایران همین چی ما رو به هم زد رژیم. واقعا یه زندگی درست حسابی داشتیم، خیلی جالبه. این خاطرات ابتهاج رو میخونم، سایه. چقدر زیباست، چقدر کار قشنگ این آقای عظیمی کرد و خانم عاطفه و ساعت صدها ساعت گفتگو و همینجوری در میره توش. سایه یه جاهایی سایه است، سایه شاعر و ادیب، بعد یه جاهایی اون رنگ توده‌ای میاد وسط، همون که تو اون شب کذایی در کانون نویسندگان باعث شد سایه نازنین کسرایی با بهازین و اینا برن و کانون نویسندگان رو خودشون درست کنن چون حزب چنین میخواست، ولی سایه در نهایت شاعره، هیچ وقت هم توده‌ای واقعی نیست، خودش هم میگه حتی زندان هم میبرن جمهوری اسلامی کاری نمیتونه بکنه. بعد شهریار یه نامه به آقای خامنه ای مینویسه و سایه آزاد میشه. اون وقت البته آقای خامنه ای اون آقای خامنه ای بود که وقتی توده ای ها رو میخواستن اعدام بکنن پاشو رفتش آقای منتظری گریان و نالان، چون همیشه تمایلاتی به اون ورداشت آقای خامنه ای. در حال توی همین حرفایی که سایه میخونه نگاه میکنم میبینم یه نسلی آدم های خیلی خوبی هستن، عاشق وطنشون، فداکار. مرتضی کیوان دیگه آدم شخصیتش که میخونه، پوریز همسرش که شاملو چقدر زیبا اونجا میگه که روز گریه پوری و برای مرتضی میگه، یا سایه شعرهایی که برای مرتضی گفته. این آدم ها ایدئالیست بودن، آدم های صادق، عاشق، جونش هم داد، چرا داد. سایه میگه نه دیگه، اون این راه شده باید اگر مرتضی کیوان امروز بود و 500 تا شاگرد دیگه تربیت میکرد آیا ارزش بیشتری نداشت؟ خود حزب توده که گفت آقا بنویسیم پشیمانی و بیایم بیرون توبه نامه بنویسیم. جان یک انسان ارزشش بالاتر از اینه که آدم سر هیچ و پوچ کشته بشه که بعد روسا بتونن توی قمارشون حساب بکنن که اینا رو بذارن به حساب خودشون، یا آقای رجوی بعد بتونه به حساب خودش بذاره دفترچه 100,000 شهید بده بیرون. اون پدر مادری که بچهشون محروم شدن چی؟ اون جوانی که از زندگی محروم شد چی؟ میتونست معلم بشه، پزشک بشه، مهندس بشه، میتونست یک عنصر مفید در جامعه باشه، به جای اینکه توی بیابونای عراق تو خالص تو اشرف بمیره، کشته بشه، بپوسه، یا تو عملیات خیالی آقای رجوی میتونست یک عنصر مفید، انسان سازنده در کشورش باشه. همه کسایی که زنده ماندن درود بهشون میفرستن. هرگز نباید ناراحت بودن که آقا چرا مثلا ابتهاج رو اعدام نکردن. نه، اعدام نمیشد، اعدام شده بود دریایی از این زیبایی ها رو ما داشتیم، این همه شعر زیبا رو ما داشتیم
که اشاره میکنه به دکتر رجایی سایه جا، میگه در مشهد بودیم کنگره راجب فردوسی بود، انجوی بلند شد و به دکتر مینوی بی احترامی کرد و دکتر احمدعلی رجایی رفت دفاع کرد. بعد میاد با سایه صحبت میکنه، یه روزم میره رادیو میگه آقا یک آهنگی عبدالوهاب شهیدی خونده، من هر چی دیوان مولانا رو گشتم اینو پیدا نکردم. سایه میگه این شعر خود منه. میگه شما این شعر رو گفتی؟ خب اگه سایه اعدام شده بود یا سیاوش کسرایی، این همه زیبایی رو ما وقت میدیدیم وجود داشت، چرا بعد مرزا کیوان اعدام میشد؟ یه وقت یکی از مثل خسرو روزبه آدم کشته، حالا مطابق اون قوانین من با اعدام مخالفم، ولی مطابق قوانین روزی آدم کش بوده، مرحوم دهقان رو کشته، آدم های دیگر رو کشته، خب اعدامش میکنه. ولی مرزا کیوان چرا؟ نه نظامی بود، نه آدم کشته بود، نه خیانتی کرده بود. حیف. این کارهایی که در رژیم گذشته انجام شد هیچ توضیح پذیر نیست و همین کارها بود که جامعه رو کشون به اون نقطه‌ای که دیگه نقطه بازگشت نبود. اینا رو حتما باید در ذهنمون داشته باشیم. در حال توصیه میکنم برید این خاطرات ابتهاج رو بخونید، این دو جلد قطور هزار و چند صفحه‌ای فوق‌العاده زیباست، فوق‌العاده زیباست. اونجایی که از مادرش میگه، از پدر، پدری که دلناگران هوشنگه ولی پسر اعتنایی نداره به پدر. رادیوی بزرگی که به خانه میآورند، آدمهایی که تو خونه هستن، بسیار زیباست، بسیار زیبا. باری دولت جمهوری اسلامی به ونزوئلا اولتیماتوم داده، نه برای جنگ و اینا، نه هنوز خونه‌سازیشون کردن، دستشون تو همه، یه جزیره‌ای که چاوز به سپاه داده بود موشکاشو بذاره سر جاش، اما یه قراردادی بستن که یک شرکت بزرگ پتروشیمی در ایران درست بشه با سرمایه ونزوئلا و مهندسین و تکنیک ایران. ونزوئلا تا حالا یک قرون هم نداد، زیر بارش هم زده، اصلا کار پول نمیده پول. حالا اومدن میگن آقا جان اولتیماتوم دادن به چینی هم یه بار دادن، نمیخوایم بکشیم کنار، ما تا سرمایه گذاری دیگری رو بیاریم. اینم از فواید دوستی هوچی ها با هوچی ها، تحفه آرادان با چاوز، قراردادهای علکی همینجوری میبندن. نگاه کنید در بعضی از این موارد من خیلی برام جالبه، مثلا وزیر آموزش پرورشی بورکینافاسو اومده ایران، در پایان سفر 22 پروتکل و 11 قرارداد به امضا رسید. خب امضاش که چی؟ تای قراردادا چیه؟ یکی از طلبای سازمان تبلیغات اسلامی رو آقای عراقی بفرسته بره به بورکینافاسو، اونجا مدرسه دینی باز کنه، 10 نفر رو شیعه بکنه. این توافقنامه کلی فرهنگی شد. و اگر هم اونجا جنگ و شورش شد به یه طرف اسلحه برسون، همون کاری که تو یمن کردن که حالا در باب یمن مفصل باید صحبت بکنم. یه نگاهی به جبهه ها بندازیم ببینیم چه خبره. در عراق دو اتفاق افتاد. اتفاق اول این بود که نیروهای داعش از نقاط بسیاری رانده شدن، حتی نقاط نزدیک سنجار و کردها، پیشمرگه ها موفق شدن با عشایر جبور و عشایر که اونجا هستن، موفق شدن که تعداد زیادی از اینا رو به قتل برسونن و همراه با بمباران آمریکایی‌ها اینا رو پس بزنن. داعش برای اینکه ضرب شست نشون بده در چند جا، البته این تصویر که می‌بینیم مال شهر کوبانی، ربطی به عراق نداره، راجع به کوبانی بعد صحبت خواهم کرد، این مربوطی به عراق نیست. در حال در عراق در استان دیاله کردها پیشروی‌های خیلی خوبی داشتن و داعش از خیلی جا بیرون کردن. در نزدیک فلوجه در زلوئیه تونستن مناطقی رو که داعش قبلا گرفته بود بازپس بگیرن و اینا همه به خاطر یه هماهنگی که ایجاد شده، ارتش و نیروهای نخبه ویژه، نیروهای عشایری و نیروهای کرد.
بنابراین تو عراق میتوان گفت که ضربات آمریکایی‌ها موثر بوده به خاطر وجود یک نیروی زمینی هم که از چند پاره تشکیل شده ولی در عمل هماهنگ کار میکنن، اینا تونستن در نقاط متعددی داعش رو پس بزنن و جاهایی رو متصرف بشن. در سوریه وضع چنین نیست. در سوریه ده‌ها نیرو حضور دارن. آنهایی که در دمشق دارن میجنگن یک طرف دارن با داعش و جبهه با داعش میجنگن و یک طرف دیگر دارن با دولت میجنگن. و بنابراین میخوام بگم خیلی وضعی که اونجا هست قابل مقایسه با وضع عراق نیست. نکته‌ای که باید بهتون بگم بسیار به نظر من اهمیت داره این است که شهر کوبانی، یک بلندی‌های جانب شرقی کوبانی، یک بخشش به تصرف داعش در اومد. کردها از جون و دل دارن می‌جنگن. هم کردهای ترکیه، هم کردهای سوریه و هم کردهای عراق که در اینی که خودشون درگیرن اومدن بهشون کمک میکنه و اینا تلفات سنگینی هم در هر دو طرف هست. آقای اردوغان هم که گفت ما اجازه نمیدیم به آقای داوودوغلو کوبانی سقوط بکنه، تا حالا هیچ کاری نکرد. حتی اینا گلوله انداختن داخل خاک ترکیه، حتی تهدید کردن مقبره شاه سلیمان رو ویران کنن، ولی دولت ترکیه فقط حرف زده. چون ترکیه آلوده است. وقتی بایدن گفت ما از گفتا زکه نالیم که از ماسک بر ماست، چون نیک نظر کرد پر خیش دران دید، گفتا زکه نالیم که از ماسک بر ماست، گفت ما از دست متحدانمون باید داد بزنه. ترکیه که باز کرد دروازه ها رو تا همجوری تروریستا بیان برن. آقای اردوغان میگه نه خیر اینجوری نبود، مگه خود آمریکا نمیخواست به اپوزیسیون سوریه کمک بشه؟ نه آمریکا نمیخواست، آمریکا مصلحت اسرائیل براش مهم بود. اسرائیلی هم میگفتن نخیر اسد خوبه باش، اسد و پدر و پسر یه گلوله به ما نزدن، چرا برن؟ حالا یه عده ناسیونالیست بیان که اول کار بخوان جولان رو پس بگیرن، نه، بهتر همین گرگ شناخته شده باشه، چون دهنش هم که باز میکنه ما رو گاز نمیگیره، ملتشو گاز میگیره، آزادی خواهان و ملیون و روشنفکرا رو گاز میگیره. به خاطر همین آمریکا هیچ کاری نکرد. سه سال و اندی کشته ها به 200,000 تن رسید، آواره ها به 6 میلیون. الان اردن و لبنان مصیبت دارن، با 1.5 میلیون آواره چجوری دست و پنجه نرم کنن؟ در هر حال این عملیات اونطور هماهنگ نیست. آمریکایی‌ها و نیروهای مؤتلفشون، ائتلافشون، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همطور اردن، اینا ضرباتی رو میزنن در بیرون شهر کوبانی، یعنی در منطقه سهل بهش میگن، منطقه صاف. ماشینا رو میبینن، فور ویل درایو رو میزنن، ولی اون قسمت جنگلی و درخت ها و بلندی ها بسیار سخته. داعش هم از اونجا تونسته رخنه بکنه به یه گوشه ای از شهر. جنگ بسیار مغلوبه ایست، ادامه دارد. من تردیدی ندارم در نهایت داعش بازنده است، ولی به چه قیمتی؟ چقدر تلفات؟ چقدر دیگه باید سر ببرن؟ الان صحبت از اینه که 24 شهروند غربی در اختیارشونه، بعضا آمریکایی. پدر و مادرش اسیر آمریکایی رو دیدیم با چه درد و رنجی فرزندشون رو خطاب میکردن. اینه دیگه، اسلام ناب انقلابی محمدی کارش هم نمیشه کرد. در سوریه در این حال اتفاقاتی که افتاده اینه که جبهه نصرت و داعش که یه روزگاری با هم میجنگیدن عجیب دارن به هم نزدیک میشن، چون هر دو هدف حملات هوایی هستن، هم جبهه نصرت و هم داعش. در این حال جبهه نصرت با ارتش آزاد هم داره میجنگه، با احرار شام هم داره میجنگه و این جنگ و ستیز ادامه دارد. گفتن که احتمال داره که ما در روزهای آینده شاهد ورود نیروی زمینی ترکیه به اسم دفاع از مقبره شاه سلیمان که خاک ترکیه به حساب میاد شاهدش باشیم. من زیاد به این حرف معتقد نیستم. فکر نمی کنم که
او بشار در واقع بشار اسد علاقمند باشه که داعش هم بین بره، چون هر جا لازم باشه میدون میده به داعش، هر جا لازم باشه زمینه رو برای داعش آزاد میکنه. بارها دیدیم در این جنگ ها، بارها دیدیم در این جنگ ها ارتش آزاد در حال پیروزی بود، ناگهان ارتش سوریه عقب میشست، جاش داعش میومد و اون وحشی ها میفتادن به جون نیروهای ملی، افسران ارتش آزاد سوریه. بله بله، از جمله تحولات دیگری که در منطقه شاهدش بودیم مسئله یمن بود. مسئله یمن داره به جاهای باریک کشیده میشه. حوثی ها برخلاف عهد و پیمانشون اصلا اون عهد و پیمان رو زیر پا گذاشتن و تمام جاهای شهر رو، نقاط عمده رو تسخیر کردن. گفتن بعد از عید آقای عبدالرب منصور، هادی منصور رئیس جمهوری میآید و نخست وزیر رو تعیین میکنه. حوثی ها میگوین ما اشغالگر نیستیم، بلکه ما داریم شهر رو نظم میدیم. به سبک اول انقلاب کمیته انقلابی هم درست کردن و این کمیته هم میدونم استادا پاسداران، عین این کار تو عراق هم کردن، تو افغانستان هم میخواستن بکنن. کاملا این نکته هم یادم رفت بگم در مورد سوریه، گروه جبهه نصرت و داعش حمله گسترده‌ای رو به چندین از مواقع حزب الله یا مراکز استقرار حزب الله در منطقه قلمون کردند و از دیروز تا حالا بیش از 10 نفر از افراد حزب الله به قتل رسیدن. برای حزب الله سنگینه، چون حسن نصرالله باید بره برای مردمش توجیه کنه چرا من رفتم تو سوریه، و به هر حال این عده کشته شد. حالا به یمن برگرد. آقای جمال بن عمر نماینده سازمان ملل مورد انتقاد قرار گرفت که داره به نفع حوثی ها کار میکنه. ایشون واقعا این درست نیست، این اتهام. اومد بیرون، رفت سفر کرد به کشورهای منطقه از جمله عربستان و مصر و اینا که یه فرمولی پیدا بکنن برای که در این حال که حوثی ها یه غنیمتی بهشون میدن تسلیم مطلق در برابرشون نباشن. کشورهای حاشیه خلیج فارس، سعودی ها اینا حمایت کردن از این طرف. در یمن همونطور که براتون گفتم یه اتفاقی که در یمن افتاده اینه. خیلی ها از دور تصور میکنن یمن هم مثل مثلا کشورهای دیگه یک نظم و ضوابطی داره، بعد اگه مسلط شدی بر اونجا دیگه یمن دستت، و جمهوری ولایت فقیه هم تصورش اینه. خب یمن رو میگیریم، بچه پاسدارا آقای اسماعیل قاآنی رو میفرستیم، بچه پاسدارا رو میفرستیم و محسن چیزری رو میفرستیم، اینا میرن اونجا، این یمنی های قاطخور رو عادت میدن به مبارزه. گفت قاطخور رو میبرن، قاطشون ازشون میگیرن، تریاک میدن، معتادشون میکنن. این کارهایی که جمهوری اسلامی تو بقا کرد. پاسدارا که تو جنوب لبنان بودن ناگهان کشت تریاک گسترده شد در دره بقا، اصلا وحشتناک بالا رفته بود. لبنانی ها شکوه داشتن، چون میرفت تولید هروئین میکرد، ارتش سوریه هم توش دست داشت، با پاسدارا شریک بودن با هم. ولی بعد یه دم اونجا معتاد شدن، خود پاسدارا هم بودن تو این مزارع سبز لبنان، اسرا میرفتن اونجا میشستن و بساط رو پهن میکردن. حالا گفت قاط یمنی ها رو میگیرن جا شفیون میدن. جمهوری اسلامی خیلی مغرور، سرشار از شادمانی از اینکه یمن رو بلعیده، اما این بلعش خیلی سنگینه، رودلی خواهد کرد جمهوری اسلامی. گفتم براتون عبدالناصر جنگ 67 رو باخت به خاطر ارسال 76,000 ارتش مصری به یمن برای دفاع از عبدالله سلال که در 62 کودتا کرده بود، 1962 میلادی، و سرانجام عبدالناصر نیروهاش رو پس کشید با خفت و زخم یمن تا پایان عمر براش موند. حالا سید علی آقای خامنه ای میخواد بره یمن رو بخوره؟ نمیشه. یمن بلعیدنی نیست. روزی که انوشیروان پاسخ داد به سیف ابن زیزن، امیر یمنی که آمده بود کمک بگیره برای مقابله با ابرهه، همون که داستانش در قرآن هم از آمل فیل و
که از اون بالا خداوند سنگ بر سر فیل هاشون ریخت. حالا این آقای اومده بود و یمن رو گرفته بود و پادشاهش رو معزول کرده بود. شاهزاده یمنی سیف ابن زیزن اومد و از انوشیروان کمک کرد. یعنی ارتباط ما با یمن خیلی دیرین است. انوشیروان زیاد تمایل نشون نداد. بوزرجمهر یا بزرگمهر حکیم گفت ما یه عده زندانی داریم مزدکی، اینا که به دردمون نمیخورن، توشون نظامی هم هست، بیام اینا رو بفرستیم یمن، اگه رفتن موفق شدن که سکه به نام شما میزنن، اگر هم شکست خوردن ما از شر 7-8 هزار نفر راحت میشیم. و اینا رو فرستاد. نکته جالب اینه وقتی پیروز شدن و قشون حبشه شکست خورد و سیف ابن زیزن بر تخت نشست، سردار ایرانی وحرز به هیچ وجه سعی نکرد در کار او مداخله کنه، نقطه نظرهای خودش رو تحمیل بکنه. عده ایرانی ها ماندن، زن یمنی گرفتن و اسامی خودشون هم حفظ کردن. یه بار گفتم اینجا براتون، بزرگترین عالم سنی یمن آقای زندانی سوال شده ازش، این خاندان شکست همون خاندانهایی بودن که از ایران رفتن، زندانی بوده آزاد شده رفتن اونجا، هی میگفتن زندانی زندانی شده لقبش و قشیرش. شما در یمن آنقدر که اسم بهروز و شاهین و هرمز و اینا در یمن خیلی این اسما هست. بچه هایی که اومده بودن تو رادیو تلویزیون آموزش میدن تو ایران، که بعد گفتم براتون مرحوم جعفریان تلویزیون یمن رو افتتاح کرد، اغلبشون خیلی هاشون اسما داشتن. بهروز، آب اسم بهروز از کجا بودی؟ فرهاد، فرهاد خیلی داشتن. دارا داشتن، دارو شده بود. یا خیلی میگم اسمای عجیب عجیب اسمای ایرانی اونجا حفظ شده. بعد شما در تمام جزیره العرب در عربستان و یمن و همینطور در بخشایی از ساحل خلیج فارس که حالا جزء امارات قطر مثلا یا اماراته، صدها بلکه هزاران معبد زرتشتی بود. پیامبر اسلام وقتی کاروان تجاریشو مال حضرت خدیجه همسرش رو میبرده به شام، در بسیاری از این آتشکده ها و معابد توقف میکرده. این خیلی حرفه. ادیان آسمانی زرتشتی هم بهش اضافه میشه، دین ایرانی هم به رسمیت شناخته میشه، مثل از اهل کتاب اهل ذمه به حساب میان، مثل یهود و نصارا. و بعد جالبتر از اون، مندانی ها نگاه میکنید ببینید اسلام بهشون احترام میذاره، به رسمیت میشناسنش. خیلی نکات جالبی سادم باید روی ایران چیز تحقیق کرد و بررسی کرد. حضور فرهنگی ایران رو در منطقه جستجو کنیم تا کجاها هست. این حضور یه حضور ساده نیست، یک حضور ریشه‌داره و قدرتمندان است. باری این نکترم جزه یاد داشتم کرده بودم بهش اشاره کنم که آقای محسنی اژه‌ای در مصاحبه مطبوعاتی که داشتن اظهار امیدواری کردن که نگران نباشید انشالله ما در مورد پرونده آقای رحیمی و بیمه و دزدی‌ها هم به زودی اقدام خواهیم کرد. مطمئن باشین پشت پرده داره چونه میزنه از رحیمی، ببینه چقدر پول از رحیمی میتونه بگیره. باری به رسمیت شناخته شدن دولت فلسطین توسط دولت سوئد اقدام مبارکی بود و پارلمان انگلیس، مجلس عوام انگلیس دوشنبه آینده به این موضوع رسیدگی میکنه که آیا بریتانیا هم فلسطین رو به رسمیت میشناسد یا نه. ابو مازن اعلام کرد که اگر اسرائیل مشخص نکنه تا پایان سال که از اراضی اشغال شده بیرون میره و فلسطینی ها میتونن دولت خودشون رو تشکیل بدن، اقدامات اساسی خواهد کرد، از جمله رفتن به دادگاه بین المللی لاهست و در اونجا شکایت از جرائم اسرائیل به عنوان جرائم علیه بشریت. این البته به
مزاق آمریکا خوش نیامد، ولی بعد دیدیم که خود آمریکایی آقای نتانیاهو رو محکوم کردن به خاطر دوباره مناطقی از بیت المقدس شرقی و نقاطی از اراضی اشغال شده رو در اختیار یهودیان تازه وارد از اتحاد شوروی سابق قرار میدن برای خانه سازی و دولت مشغول خانه سازی شده. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا. همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم.